بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پیامی که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا برای کنفرانس بحرین فرستاده بود، از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی به عنوان یک تهدید جهانی نام برده شد. بدون اشاره مستقیم به نام ایران، آیا چنین تهدیدی برای فعالیت‌های ایران است؟ این سوال را با جاناتان شنزر، تحلیلگر و معاون ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، در میان گذاشتیم. ایران منبع نگرانی رتبه نخست در بین کشورهای منطقه است، به ویژه وقتی مسئله تسلیحات کشتار جمعی پیش می آید. اما همزمان ما گزارش هایی دریافت می کنیم که برخی از کشورها در صدد دستیابی به چنین تسلیحاتی هستند. بنابراین کلی گرایی در پیام آقای پومپئو نشان از درک بالای او از وضعیت در آن منطقه است و هشداری است برای همه. تکرار می کنم که فعلا و همچنان ایران بزرگترین تهدید در این زمینه است.